سرخط خبرها. امضای قرارداد استخراج معدن صرب از سوی طالبان با یک شرکت خصوصی. کشته شدن 12 نیروی امنیتی پاکستان در روز انتخابات. بالا رفت درجه گرمای زمین در طول یک سال از 1.5 درجه سانتیگراد. سلام و وقت بخیر. امروز جمعه 9 فوریه 2024 مصادف است با 20 دلم 14 دو هجری شمسی. با سرویس خبرهای افغانستان و جهان با من رازی اختری در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که قرارداد پروژه نیم بلاک سوم معدن صرب و جست ولسوالی شهرک ولایت غور را به یک شرکت خصوصی امضا کرد. این وزارت گفته که در این پروژه 247 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود. مساحت این پروژه 105 کیلومتر مربع است و مسئولیت استخراج آن به عهده شرکت اخپلوا کاظمی است. شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان افزوده است که در این پروژه 10 میلیون دلار آمریکایی در بخش خدمات اجتماعی و مصرف خواهد رسید. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان از دیدارش با فرقت صدیقوف سفیر ازبکستان در واشنگتن خبر داده است. خانم امیری در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که دو طرف در مورد موجودیت یک حکومت همشمول حامی حقوق شهروندان در افغانستان تاکید کردند. با گفته وی نقش کشورهای منطقه در رسیدن به این هدف از موضوعات دیگر این دیدار بوده است. ازبکستان از جمله کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد، اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز رژیم آنان را به رسمیت نشناخته است. سنای آمریکا برخلاف تصمیم مجلس نمایندگان این کشور یک لایحه 95.34 میلیارد دلاری که شامل کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان می شود را با اکثریت آرا تایید کرده است. مجلس سنای آمریکا با 67 رای موافق در برابر 32 رای مخالف از این لایحه حمایت کردند. 17 عضو جمهوری خواه این مجلس در یک اقدام غیر مترقبه و رغم مخالفت قبلی اما به این لایحه رای مثبت دادند. هرچند زمان بررسی این لایحه مشخص نشده، اما شومر رهبر اکثریت مجلس سنا آمریکا گفته است که سناتوران به تلاش‌هایشان تا پایان کار ادامه خواهند داد. با گزارش رویترز، لایحه کمک‌های امنیتی شامل 61 میلیارد دلار برای اوکراین در مبارزه با روسیه، 14 میلیارد دلار برای اسرائیل در جنگ علیه حماس و 4.83 میلیارد دلار برای حمایت از شرکای هند و اقیانوس آرام از جمله تایوان و جلوگیری از تجاوز چین می شود. این لایحه همچنان فرصت ارائه 9.15 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه به غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری اوکراین و سایر مناطق درگیری در جهان را فراهم می کند. ارتش پاکستان اعلام کرده که همزمان با برگزاری انتخابات عمومی در مناطق مختلف این کشور 51 حمله از سوی شبه نظامیان رخ داده است که در پی آن 12 نیروی امنیتی کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان برغم وقوع این حملات در بیانیه برگزاری انتخابات عمومی و صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت را به شهروندان این کشور تبریک گفته است. بر اساس این بیانیه بیشتر این حملات در ایالات‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان به وقوع پیوسته است. طبق اطلاعات دست کم 5 جنگجوی مسلح نیز در پی درگیری با نیروهای امنیتی این کشور در روز برگزاری انتخابات کشته شدند.
رستم اوماروف وزیر دفاع اوکراین گفته است که به دستور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور، ولری فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین برکنار شده است. خبرگزاری سپانتک به نقل از اوماروف گزارش داده که جنرال الکساندر سرسکی جاگزین ولری در این سمت شده است. وزیر دفاع اوکراین افزوده است جنرال ولری یکی از دشوارترین وظایف در طول جنگ با روسیه رهبری نیروهای مسلح اوکراین را به عهده داشت. این مقام دفاعی اوکراین تاکید کرده است که کیف باید آماده تغییرات جدی در جنگ 2024 باشد. با این حال زلنسکی در یک پیام ویدیویی بر کناری ولری را تایید کرده است و خاطر نشان کرده که جنرال الکساندر سرسکی افسر روسی الاصل که از سال 2019 به عنوان فرمانده کل نیروهای زمینی اوکراین خدمت کرده است جاگزین او خواهد شد. زلنسکی در این پیام ویدیویی گفته است سال 2024 می تواند یکی از موفقیت های اوکراین باشد و این موفقیت نیازمند تغییرات مؤثر در پایگاه دفاعی ما است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان با دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. علیوف 62 ساله که بر اساس نتایج رسمی 92% آرا را به دست آورده در یک دوره 7 ساله دیگر در قدرت باقی خواهد ماند. او برای نخستین بار پس از درگذشت پدرش در سال 2003 قدرت را به دست گرفت. هزاران نفر از حامیان رئیس جمهور آذربایجان در خیابان‌های باکو پایتخت این کشور این پیروزی را جشن گرفتند. علیوف برای پنجمین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان انتخاب شد. بیش از 6,470,000 نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند. قرار بود این انتخابات سال آینده میلادی برگزار شود، اما علیوف در ماه قوس تصمیم گرفت انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند. بر اساس گزارش مرکز مانیتورینگ تغییرات آب و هوا در اتحادیه اروپا، موسوم به کیپرینسک گرمایش زمین در طول 12 ماه گذشته از 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. به اساس گزارش بی بی سی انگلیسی، افزایش دما از فوریه 2023 تا جنوری 2024 به 1.52 درجه سانتیگراد رسیده است. درجه متوسط دمای سطح دریاهای جهان نیز به بالاترین حد خود رسیده که نشانه دیگر از تاثیر وسیع تغییرات آب و هوایی است. رهبران جهان در سال 2015 در اجلاس مهم آب و هوایی پاریس محدود کردند. دما به 1.5 درجه سانتیگراد را هدف تعیین کرده بودند. اما در سال گذشته دمای زمین از هدف تعیین شده فراتر رفته است. به گفته دانشمندان، عبور از 1.5 درجه سانتیگراد می تواند تاثیرات مخرب بر جهان بگذارد. با نشر این خبر و پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین رسیدیم. شما می توانید نشرات تلویزیون جهانی زرین را بر علاوه جودو و جلویز از طریق وبسایت و اپلیکیشن تلویزیون جهانی زرین نیز تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.